سلام وقت شما بخیر شما بیننده زیر بنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان وزارت فایده ما به جاده یک کابل کندهار ابراز نگرانی دارد مسئولان این وزارت میگویند برای بازسازی این جاده پول وجود ندارد و این جاده باز با گذشته هر روز از استفاده بیرون می شود. در همین حال برخی از کارشناسان تخریب زود هنگام این جاده را اضافه باری موترها، انفجار بمب های کنار جاده و نبود محافظت لازم از این جاده ها می دانند. پس از سقوط ارزش شاخص سهام در بازار بورس نیویورک در روز جمعه روند کاهش ارزش شاخص شاخص های اصلی سهام روز دوشنبه نیز در این بازار ادامه یافت در دومین روز معاملات پس از رأی بریتانیایی ها به خروج از اتحادیه اروپا هر سه شاخص اصلی سهام بورس نیویورک در پایان معاملات با افت دست کم 1.5 درصدی مواجه شدند در حالی که ارزش شاخص داو جونز 1.5 درصد سقوط کرد افت ارزش شاخص نزدیک بیش از دو درصد گزارش شده است این در حالی است که شاخص استاندارد پاوند با کاهش معادله 1.8 درصد مواجه بوده است شاخص سهام بخش های فناوری مسائل انرژی و مالی شاهد بیشترین میزان افت هستند از سقوط ارزش شاخص های سهام در بازار بورس نیویارک در روز جمعه و دوشنبه به بی عنوان بیشترین میزان کاش در ده ماه گذشته نام برده شده است. شماری از بازرگانان به نجات اتاق تجارت میگویند که باید برای تغییر رهبری اتاق تجارت انتخابات برگزار شود به گفته آنان یگانه رای نجات اتاق تجارت از دست مافیا برگزاری انتخابات هیئت رهبری می باشد اما مسئولان در اتاق تجارت این انتقاد را خلاف اصول خوانده میگویند برخی از حلقات تلاش دارند تا اتاق تجارت را هم سیاسی سی سازند آنان میگویند اتاق پاسخگوی هر نوع تقاضای قانونی سکتور خصوصی می باشد. و برای بحث بیشتر سیام پسلای سخنگوی اتاق تجارت اینجا با ما هستن. واقعی پسلای خیلی هم خوش آمده. تشکر خوش باشین. آقای پسلای گفته می شود که 18 ماه از وقت قانون رهبری اتاق تجارت می گذاره و انتخابات چرا برگزار نمیشه؟ علت اصلیش چی میتونه باشه؟ تشکر برز سلام و خدمت شما و بندګان عزیز خوب قسم حکومت افغان اوځي افغانستان بخصوز اوځي کمیسیون انتخاباته افغانستان خوب نیس و مشروعیت خود اززو ده فعلا مردم باور نه در بلای کمیسیون انتخابات مېنه کې کمیسیون انتخابات غیر مشروع و تا که مشروعیت خود پیدا نکنه هیچ نهاد تانوز مراجعه نکرده و انتخابات خود از طریق کمیسیون انتخابات دایر نکرده در حالی است که در سال دومین انتخابات اتاق تجارت صنایع افغانستان در سال 1390 برگزار شد و در سال 1393 مای دل و حیات رهبری فیلی اتاق تجارت با هم نشست داشتن و گفتن که در این ما باید هر چیز زودتر انتخابات را برگزار کنیم و حیات رهبری جدید باید بیاین و وظیفه را به بگیرن ما تصمیمهایی خودا گرفتیم امادگیهای خودا گرفتیم مگر بعد از همو انتخابات ریاست جمهوری موضوع مشروعیت ی ادم مشروعیت کمیسیون انتخابات بهمیان امد یک موضوع بسیار چالشبرانگیز بود ما حراث داشتیم اگر د ان وقت توسط د همی کمیسیون انتخابات انتخابات دایر می کردیم و کسای که برنده نمیشن یا ناکام میشن رای کافی نمیبرن باز انتقاد میکردن قسمی که فعلا انتقادات صورت میگیره میخواستن و میگفتن که امی که انتخابات مشروعیت نداره و شما انتخابات کردن با ما قابل قبول نیست یک موضوع بسیار جدی بود در قانون اتاق تجارت آمده اما قانون بر شما میخوانم در ماده آمده که بند پنجم تمام انتخابات اتاق در سطح ولایتی و مرکزی توسط کمیسیون مستقل انتخابات برگزار نظارت و دیت میګرده خب وخت انتخاباته میشه انتخاباته کی برگزار میکنه کمیسیون انتخابات کی نظارت میکنه کمیسیون انتخابات کی دیت میکنه کمیسیون انتخابات کوم کمیسون هغه کمیسیونه کی مردم سرچ باور ندارن <متنسان> میګن <متنسان> کی مشروعیت خو ازو زده و اگر ما مراجعه کړیم او وګویم کی د توسید زمي کمیسیون نامشروع کی واشریت خو ازو انتخاباته خو دایر کړیم ای به معنی دی کی و خلاف مقا... کارهای پارلمانی شورای ولایتی و برخی از جامعه مردم ما که نمیخوان توسط امی کمیسیون انتخابات کنن ما انتخابات کنیم ای به این معنی است که امی کمیسیون ما مشروعیت بخشیدیم این مشروعیت کمیسیون گفتم ایشا این که انتخابات صورت نمیگیره این است که بیشتر این اتاق در گرو حلقات سیاسی سی قرار دارد چه خط میتوند به این به مانا به هیچ مانا, مانا همه اشخاص کوشش میکنند که موضوع اتاق سیاسی بسازن اتاق تجارت صنایع افغانستان یک نهاد ملی است یک نهاد بیترف است نهاد است که با نمایندگی سکتور خصوصی فعالیت میکنه تا به حال فعالیت کردن یک چیز ما واضح میسازم بر شما که حیات رهبری فیلی اتاق تجارت صنایع افغانستان یک خود مختار هستند زمان بدون از اینکه کدام ماش بگیرن از اتاق تجارت بدون از اینکه کدام سفریه بگیرن یا رضا کار کار میکنن رضا کار میکنن از طریق انتخابات آمدن خودشان شرکت دارن خودشان تجارت دارن به احساس فیلن و وطن خود فعلا نمیجه مصروف کار هستن اگر به تصمیم به می بود اگر انتخابات صورت می گرفت شاید تغییرات زیاد می آمد عم فعل انا شما مبینن که او تاغ تجارت بسیار خوب فعال است خوب روانه همیشه ما حقوق تاجر دفاع کردیم تجارت اختالف مشه اواز تجارت بلند کردیم مشکلات تجارت وقته د بندر کراچی د بندر واګه د بندر تور خام و دغه برادر وقته ایجاد مشه ما هم ور اواز سکتور خاص سره بلند کړم کانفرنس ها دایر کړې انده دا شوراې اعلی صدې ما او زیات درې او هم چرون د شوراې وزیران شوراې قوانين و دیگه شورای شورای عراضی دیگه شورای که مشخصاً مربوط به سکتور خصوصی هست ما فعال هستیم همیشه وکالت در سکتور خصوصی میکنیم آوا سکتور خصوصی رو بلند میکنیم مگر یعنی کارهای ما متوقف نشدن کارهای ما غیر قانون نیست مگر تپ و داریم که ما باید انتخابات کنیم یعنی اما آقای گفته شده که اتاق در این اواخر سیاسی شده و به با مشکلات بازرگانان شما با لطف کنید شخص سیاسی صورت نمی همو شخص سیاسی که در اینجا فعالیت میکنه رو به نشان بدن على کوزیه و تمامانه غیر سیاسی است یورسون ما تمامانه غیر سیاسی یک تجار ملی است باز محمد عابد هم باز محمد افسرزه هم همه قسم تجار ملی هست و تمامانه غیر سیاسی است یک نقطه دلیل پیش کنم که بوین که این موضوع سیاسی است و یا در کدام جای بر برخورد سیاسی کرده باشیم و یا هم ما به حق <applause> تجار سکتور خصوصی جفا کرده باشیم باز میتونن بگویند که بیاین آه یک چیزی ما باشم واضح میگم که رهبری اتاق تجارت حیات و اتاق تجارت تمام کارمنده اتاق تجارتانه افغانستان انتقاد پذیر هستند ما با اصول دموکراسی احترام میگذاریم و هر کس انتقاد میکنه انتقادشان را قبول میکنیم میشنویم خو یک شرط میبانیم که لطفا با راهی بدیل بین پیش بین همین مثلا دوستایی که انتقاد کردن دوستایی که انتقاد کردن گفتن که قسم و قسم یک راه بدیل پیش کردن بس گفتن بس که اگر راه بدیل که انتقاد کردند اینا عضویت اتاق دارن دا کسایي کې انتقاد کردن وای شون bax bax khusus da bakhsh rahbari shun ke budan qabl azwiya to ta qadar dasan عضویت اوتاق شن تقریبا 6 مه میشه کړه اکسپرت شده از بینفته کسای دیگر هم بودند که قبل با اوتاق کار میکردند و از اوتاق منفک شدند رفتن با یک گروپ یک جا شدند با گروپ معترظین علیه اوتاق تجارت صنایه افغانستان و اشخاص دیگر هم بودند که تجار هستند عضویت اوتاق نه داشتند بعضی تجار بعضی بودند که عضویت اوتاق داشتهن آگاهانه یا غیر آگاهانه آمده بودند در برنامه اشتراک کرده بودند مگر قسم نه گفتن شما دادم دو دیدن فقط دو نفر صحبت کردن دیگه کسای دیگه کسای چیش آواز خدا بلند نکرد چیزی نگفت و هم میفهمن اوزای فیلی کشور را درک میکنن اوزای فیلی کشور تقاضا نمیکنه که ما به میکم میسن انتخابات کنیم در کمیسیون اداد انتخابات و اتاق تجارت بیشتر از 70 هزار نفر اشتراک میکنن 80 هزار نفر اشتراک میکنه تنظیم و نظارت 80 نفر کی به اومده میگیره و هم انتخابات وقت صورت بگیره از طرف کی باید با تایید در حال حاضر اتاق چقدر پاسخگوی این گروه مخالف هست پاسخ ما نمی یه است اگر کدام رای بدیل دارین بالا از کمیسیون انتخابات هیچ کس اعتماد نمیکنه حکومت خودش اعتماد نداره پارلمان اعتماد نداره شورای ولایتی اعتماد نداره هیچ کس اعتماد نداره اگر ما بریم ما خود شکل با, پالمان پارلمان مواجه میسازیم با مسئولین حکومتی مواجه میسازیم که ما مشروعیت به کمیسیون انتخابات دادیم این یک دوم این قانون از قانون اتاق تجارت است که همه میفهمن این جهاز پیش ما کریم. ما کردیم همین مادر با شما پیشتر خواندم یعنی اگر کدام رای بدیل دیگه دارن از یک رای خوبتر است و رای است که خلاف قانون نباشه خلاف قانون اتاق تجارت و خلاف قانون اساسی نباشه ما لبیک گفته بیاین بیشینن انتخابات اگر از طریق صورت بگیره که اگرای مناسب باشه ما انتخابات میکنیم ما طرف در انتخابات هستیم حالا آقای بسلا این گروه مخالف چی میخواهند؟ آیا اینا واقعا حق شخصی بازرگانان را خواهند هستند و این که اقده های شخصی خود را اینا میخوان که برآورده بسازند؟ ما چون انتقاد کردن اگر مشخصا جواب منفی بتم شاید فکر کنن که با انتقاد ما جواب بسیار سخت دادن یک چیز من میگم که اتاق تجارت خانه افغانستان خانه سکتور خصوصی است دروازه اتاق تجارت همیشه پیشوری سکتور خصوصی پیشوری تجار ملی و بین ملی تمام مردم باز بوده حتی مردم عام میتونن مراجع کنن مشکل خدا حل بسازن فیلن فعلا رهبری اتاق تجارت به اساس یک ضرورت هست با اساس یک ضرورت کار میکنه و این کار کردن هم رنج داره هم غم داره هم مکلفیت داره و هم مسئولیت داره بدون که پول بده به با بدون ماج ایشان گفتن که سفرای سفرا میکنن سفرهای تمام حیات مدیره به دیگر کشورها بدون پول است بدون پولی که از طرف اتاق تجارت بگیرن خودشان تجار هستن و پیسی خود میرن مگر به اتاق تجارت به نفع تجار سکتور خصوصی کار میکنن چند نفری که جمع شدن یاغت خاص لري بودن کې بالغ شنه تاب خپله معرفي کرده بودن بعض ځای کې م م مثلا رئیس وته قسم و چی اسوم چی اسوم یعنی او موضوعات شخصي رو بشياره ډامن میزن ما چی میګم م من هسيک جوان مشوره میتوم کې بیاین موضوعات منافي ملي بهشتر از هر څه ترجیح بده نسبات به خاصهای شخصي خود هم به ترجیح بده اشخاص سک انتقاد میکنند به راي بديل بيان اورام بینشینن وسهبات کنن وګورئ کیني راي بديل است په واليږي به با کار کړم تا مشورات او اتاق هم از زير سوال برايا اگر رایشان واقعا مناسب بود خو خودشان اگر خود فکر میکنن خودشان اگر آزاد و اتاق تجارت خود فکر میکنن بیان بیشینن ام رای بدل خود پیش کنن بس ما بسیار خوب نیست که در رسانه بیان و هر چیزی بگن و یک نام و ارگان ملی را بد یا انتحام وارد کنن امو حیثت اتاق صدمه برسانند یعنی اتاق تجارت فعلا در اوضاع اقتصادی کشور رول بسیار جد مهمه داره و هغه د اقتصادي کشور کنټرول کړل حکومت په هیڅ صورت نه وي وانه کې یو قدم هم بیرون از خط از حدود خود بانه هرګا اگر از حدود خود خارج شود با سکتور خوستی مواجه میشه با انتقاد او تاجر صنعت افغانستان مواجه میشه موږ او تاجرات تاسو کې فعلاً اوزای اقتصادي د وستاسته خوب شوه میره یا صادراته زیات شوه میره یا ربط بدایې کشورات خوب شو خوب تر شوه میره خوب با دوستایی که اعتراض کردن ما به اعتراضشان واقعا هم احترام و عرض میگذاریم مگر مگر خواهشمند هستیم که دستاوردهای اتاق تجارت را نادیده نگیرن دستاوردهایی که ما داریم باید او را یاد کنن مجبورت که فعلا ما داریم او را هم باید در نظر بگیرن مشکلاتی که در کمیسیون انتخابات از او را هم باید در نظر بگیرن و اوضاع فعلی کشور هم در نظر بگیرن بعدا با تصمیم بگیرن و یک های علاقات کوشش دارن که امین گروه مخالف که از اتاق هم مثل فدراسیون المپیک سوء استفاده کنن پس هدف از اینا مشخص چی میتونه باشه اگر این هدفشان انتخابات باشه اگر هدفشان اصلاحات باشه یه قدر صبر کرده بودن یا چند وقت دیگه هم صبر میکردن موضوع کمیسیون انتخابات تقریبا ختم است رئیس جمهور حکم داد به پارلمان رفت به پارلمان هم کمی جنجال هست ان شاء الله باز جنجال حل میشه باز یک یک فضای بسیار خوب هم میامدیم انتخابات میکردیم اگر باز هم انتخابات نمیکردیم باز ما مسئول بودیم اگر واقعا اصلاحات هدفشان اصلاحات باشه ما با قبول میکنیم اگر هدفشان موضوعات شخصی باشه هدفشان بدنام کردن یک نهاد ملی باشه هدفشان صدمه رساندن به حیثیت یک ارگان ارگان باشه یا هم هدفشان منازعه اختلاف بین چند نفر باشه که مثلا کسایی باشن که در حیث مدیره خوششان نبیه یا مثلا او کوم مشکل شخصي به شان داشته باشه، بو با اساس مشکل شخصي به خزانه باز مشکلات ايجاد کنن، پیش کنن، بو تمام اورگانيزاسيون سوال دي. دا مې وایم چې ګرويه مخالف سليقهي برخورد کوي. تما اگر سليقهي برخورد نه بشي، چاره قسم شوه؟ بیان برايي بديل، بیان راي مناسبو پيش کنن، ما غي انتخابونه وکړيم، بو بس ما 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 مکلف هاستيم، مسول <مسكت> هاستيم. فعل ما آماده آماده انتخابات هستیم بلکه آمادگی انتخابات را داریم فقط منتظر هستیم که کمیسیون چی میکنه حتی برای جمهور افغانستان هم نامه فرستادیم گفتیم که شما چی حکم میکنید آقا بسلای بس پس برای انتخابات چقدر وقت دیگر دقیقا نیاز هست هر چیز اوتر هر چیز انتخاب کمیسیون انتخابات حل شد ویا هم از طرف ریاست جمهوری به ما فرمان صادر شد چون اتاق تجارت و صنعت افغانستان یک اتاق ای ملی هست از خود قانون داره هیچ جای شک نشه کی مستقل هست مگر اصول و قواعد حکومت ا تدبیق میکنه به له خود هر گاه هم مشکلات قانونی حل شد به زوترین فرصت اگر هم روز مشکل کمیسیون دوخابات حل شوه واستواد که سباښ ما انتخابات خو دایر میکنیم موږ د انتخابات هیڅ مشکل نه درهم په تمامه ونه آماده هم فقط منتظر کمیشن هستیم او می خوایم کی په واستریق روای مشروبیش بریم نه می خوایم کی یک کار یک کار وکریم تا دا کار نامشرو صورت بگیره ما می خوایم کی کار مشروب باشه تمام مشکلات خو تمام فعالیت خو د توسعت قانون و اصول کی ما ایجاد شول توستم پیج بریم یعنی قانون او تا او تا چې اساسنامه نه حساسنامه باید بخواننه تو متطبق ما پیش میریم قانون انتخابات باید بخوانن در قانون انتخابات چی نشته شده خب کمیسیون انتخابات چی مسئولیت های داره وقتی کمیسیون انتخابات مشروعیت نداشته باشه در این صورت اگر ما انتخابات کنیم به این معنی است که شاید دوباره ما باز انتخابات کنیم چون ما 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 مطمئن هستیم که یک ایده جامعه یک گدی سکتور خصوصی شاید با همی کمیسون همین انتخابات قبول نکنه برحب. که باز شاید ما مصارف گزاف هم کرده باشیم و نتیجه هم قبول نشه یک انارشی یک گدودی دیگه با میان بیا که باز قابل تحمل نشه مثلا گفته شده که در انتخابات گذشته هم تقلب صورت گرفته این ادعا چقدر میتونه که حقیقت داشته باشه در انتخابات قبلی بله. اگر تقلب صورت می گرفت باید نمی قسم که کن فلان جور کردن جور میکردن ادعا میکردن کردن می, می, می هیچ ایت چیزی کار نشد من خودم شخصا در دو وقت نبودم در سال سیزده نبودم در اتاق تجارت بلکه بلکه بلکه, بلکه. معلوماتی که ما دارم مطالعاتی که ما دارم و دوستایی که دویجه کار میکردن در انتخابات بودن انتخابات سال 1390 به تمام مانا شفاف بود قابل قبول مردم بود اگر نبی بود امی حیاتی مدیرات ها به حال دوام نمیکرد امی حیاتی مدیرت ما مطمئن رسیم که اشخاص بسیار زیاد هستند که یک کمی هم اگر سوی استفاده شود در مقابلشان میخزن حتی پرسکن فرانس میگیرن انتخابات قبول نمیکنن شاید در مقابلش شای یک اپوزیسیون دایر میکردن یک چیز دیگه میبود مگر هیچ چیزی رو من نشدیم هیچ چیز من ندیدیم و مخ چقدر خبر دارم اینجا شک نیست که هر گاه در هر جا انتخابات میشه برنده خوش می میباشه بازنده خفا می میباشه بازنده به خاطر که دلیل تراشی کنه بازنده به خاطر که خود نجات بده به خاطر که در مردم خاک بیاندازه میگه که ولای نه قسم بود قسم بود قبول نشد و فساد بود و چی و چی اگر با دلایل مواجه پیش بیاید چون در اون وقت سیزده نواده ما انتخابات اوسط کمیسیون انتخابات در شده بود این مردم بودن اگر دلایل مواجه بود می بود پیشون، سند پیشون می بود میخواستن پرس کنفرانس میگرفتن آواز خدا بلند میکردن باز اینجا هم حکمت از اینجا هم کمیسیون از اینجا هم ما وزارت خانه داریم پارلمان داریم کمیسیون شکایت در پارلمان هست میشه که به وجود مراجع میکردن و خود اتاق تجارت مراجع میکردن مگر هیچ چیز چیزی ساب نیست هیچ چیزی نیست چیز ای به این معنی که انتخابات شفاف بود و تمام معنی قابل قبول بود و یک چیز دیگر هم بسیار جد مهم است که در تمام دنیا وقتی انتخابات صورت میگیره یعنی صد فیصد قابل قبول تمام مردم نمی باشه میگه که میگه قابل قبول اکثریت هست ما میگیم که رئیس جمهور رئیس جمهور با چی مانا؟ چرا نمیگیم که رئیس عام هم مردم رئیس جمهور به چی مانا که امو جمهور مردم یا اکثریت مردم همین یه شخص انتخاب کرده و رای داده و در حال فعلا شاید زیاد مردم مخالف رای جمهور باشن اما قسم در انتخابات هم شاید در آن وقت بعضی مردم بوده بودن که انتخاب داشته باشن هر کس میتونه انتخاب کنه مگر با های بدیل که پیش بیان پیشنهاد داشته باشن و بتونن که با مشکل رای حل پیدا کنه نه ای که برای مشکل ما مشکل بسازیم یعنی برای مشکل مشکل ساختن کار خوب نیست بلکه بل 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 برای مشکل راه حل پیش کرن. کردن این راه بسیار مهم است خیلی خوب آقای پسلای در پایان برنامه هستیم و خیلی کوتاه میخواهیم خواهیم حرف حرفای اخیرتون هم داشته باشیم ما در آخر همه قسم بگم که هر کس حق داره که انتقاد کنه و پیشنهاد داشته باشه مگر اصولی و منطقی باید باشه یک یعنی دوم اتاق تجارت و صنایع افغانستان به تمام آنها آمده یه خدا داره که انتخابات برگزار کنه فقط ما منتظر کمیسیون انتخابات هستیم و منتظر حکم رئیس جمهور هستیم هرگاه همین دو مشکل حل شد از طرف رئیس جمهور ما حکم شد ما با زودترین فرصت انتخابات رو دا دایر میکنیم همه تجار همه سکتور خصوصی میتونن که در انتخابات اشتراک کنه و میتونن که حتی رهبری خود انتخاب کنن ما هیچ مشکل نداریم و به هیچ را در اینجا انحصار قدرت مطرح نیست بلکه منافی ملی مطرح است بلکه خدمت با جامعه سکتور خصوصی حکمت با خدمت به مردم و خدمت به حکمت هست بس. خیلی ممنون سیام پسلای سخنگوی اتاق تجارت از که در زیر بنا تشریف آوردین و بینده های عزیز حال توجه کنید به نرخ بعض خارجی در مقابل پول افغانی در بازار امروز کابل یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 63 پوند یکیرو 75 افغانی وا 84 پول یک پود دوسی 2 افغانی وا 85 پول یک درهم مرود 8ش افغانی وا ش یک پول هزارتومن ایرانی 19 افغانی وا هشت پول هزارکلدار پاکستانی 651 و و افغانی بول. و هزارکلدار هندی 1 ر 8 و این هم در خیلی یک گرام طلای کویتی <applause> 2450 جاو یک گرام طلای یاسن گوپوری 2305 جاو یک گرام طلای بحنی 2300 پنی یک گرام طلای عربی 2250 جاو یک گرام طلای ایرانی 1900 پنی و یک گرام تلایی روسی هزار و نوصدر. و این هم نرخه مواده اولیه یک کلو شکر چهل و هفت افتانی یک بری آرده خورجی هزار و, چه و یک بوری برنج خورجی هزار 9 نف یک لیتر تیله پترول چهل کنید و یک کلو گاز سی و هفت سپاس از همراهیتان تا این دم تا فردا خدا نگه.